تحلیلگر سابق سیا، تلاش برای نجات مردم افغانستان، مبارزه مداوم از جبهه آزادی بخش بلوچستان در دو حمله جداگانه دو مأمور ارتش پاکستان را کشتند. بحران اوکراین و تأثیر آن بر منطقه و جهان. این پیروزی بزرگ پیش از پیش به همتان مبارک. به مجموعه خبری کانال جنرال انفو خوش آمدید. مشروع خبرها. مت زلر، تحلیلگر سابق سیا و کهنه سرباز جنگ، گفته است که تلاش‌ها برای نجات مردم افغانستان یک مبارزه مداوم است، نه یک یادآوری صرف که فقط در سالگرد خروج نیروهای آمریکایی بازتاب یافت. انسایدر، سایت خبری آمریکایی، روز شنبه 29 اسد گزارش داده است که روز پنجشنبه 27 اسد زلر در صحبت با این سایت گفته است که پس از سپری شدن یک سال از سقوط افغانستان به دست طالبان چیز زیاد تغییر نکرده است. زلر که اکنون به عنوان رئیس هیئت مشورتی انجمن متحدان زمان جنگ کار میکند گفته است که در سال گذشته نتوانسته حتی یک تن را از افغانستان خارج کند. این کهنه سرباز ارتش گفته است شرم‌آور است که به نظر می‌رسد مردم آمریکا فقط وقت نزدیک سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شده است به باشندگان این کشور اهمیت می‌دهند. با گفته وی، بر اساس آمار دانشگاه براون، در طول جنگ 2448 سرباز آمریکایی و نزدیک به 60,000 افسر ارتش و پلیس ملی افغانستان و بیش از 47,000 شهروند غیر نظامی افغانستان کشته شدند. زلر همچنان گفته است که شهروندان افغانستان هنوز برای بیرون آمدن از این کشور به کمک نیاز دارند. زلر در مورد بایدن گفته است به نظر می رسد که جو بایدن از وضعیت نابسامان افغانستان در کل دست کشیده و این مایه شرمساری است. او افزوده است فکر می کنم این یک درس زندگی برای همه ماست. ما نمی توانیم مسائل را فقط به دلیل سخت‌تر شدن یا دوست نداشتن نتایج آن رها کنیم، بلکه باید پای تعهدات خویش تا آخر بیستیم. زلر در سال 2008 به عنوان مستشار جنگی در افغانستان خدمت کرده و نویسنده کتاب تماشاهای بدون زمان یک سرباز آمریکایی در افغانستان است. جبهه آزادی بلوچستان، در دو حمله جداگانه دو مأمور ارتش پاکستان را کشتیم. جبهه آزادی بخش بلوچستان میگوید که در دو حمله جداگانه نیروهای آنان دو مأمور ارتش پاکستان را کشتند. سخنگوی جبهه آزادی بخش بلوچستان با نشر اعلامیه ساعت 7 پس از چاشت روز شنبه 20 اگست از هدف قرار دادن یک موتر ارتش پاکستان با استفاده از ماین کنترل شده خبر داده است. این پیروزی بزرگ پیش از پیش به همتان مبارک. عضو کنگره آمریکا، تنها جبهه مقاومت باقی مانده تا در مبارزه با تروریسم بین‌المللی با آمریکا کمک کند. مایک والتز، سناتور جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا، میگوید که تنها جبهه مقاومت باقی مانده است که در امر مبارزه با تروریسم بین‌المللی با آمریکا همکاری کند. او با اشاره به کشته شدن رهبر القاعده در پایتخت افغانستان در دیوید نگاشته، اکنون واضح شد که طالبان در مورد رد القاعده در خاک این کشور دروغ گفتند. او همچنین از دولت آمریکا خواسته است تا در مبارزه با تروریسم با جبهه مقاومت کمک کند. این در حالی است که پیش از این علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی، در مقاله در فارین پالیسی گفته بود که این جبهه بخشی از مبارزه گسترده برای امنیت و ارزش‌های جهانی است، اما هیچ کشور از آن حمایت مادی نکرده است. با گفته آقای نظری، جبهه مقاومت برای جنگ متعارف علیه طالبان به حمایت جهانی نیاز دارند. بحران اوکراین و تأثیر آن بر منطقه و جهان. افغانستان هم از جمله کشورهایی است که با بیرون شدن نیروهای آمریکایی و ناتو و سقوط نظام جمهوری دچار بحران بشری شده است. جنگ اوکراین و توجه نهادهای بشری به آن کشور چالش‌های بشری افغانستان را در نظر جهان و نهادهای امدادرسان کمرنگ ساخته است. اولویت دادن به موضوع اوکراین و فراموشی بقیه مشکلات و بحران‌های جهانی به ویژه موضوع افغانستان نگرانی‌های زیاد را برای آینده جهان به وجود آورده است. روابط روسیه و اوکراین از زمان دچار فراز و فرودهایی بود. موارد اختلافی که ظاهراً می‌رفت به مسئله بزرگ جهانی تبدیل شود. مسائل با گذشت زمان و دخالت قدرت‌های جهانی وضعیت بدتر به خود گرفت و دراز زمان بسای بحران رفت که روسیه و اوکراین رسماً وارد جنگ شدند.
جرقه های اختلاف از سال 2014 به وجود آمد و در ماه فوریه 2022 جنگ آغاز شد. اولین تانک های روسیه وارد خاک اوکراین شدند، اما شروع جنگ اولین آسیب را به مردم زد. بله، همانند هر جنگ دیگر این مردم ملکی بودند که قربانی جنگ شدند. حدود 7 ماه از آغاز این جنگ می‌گذرد و روسیه و اوکراین هنوز از موقفشان عقب نشینی نکردند. در تازه‌ترین گزارش از جنگ اوکراین، سازمان عفو بین‌الملل نیروهای اوکراینی را متهم کرده که با استقرار در ساختمان‌های مسکونی، مکاتب و شفاخانه‌ها افراد ملکی را به خطر می‌اندازند. عفو بین‌الملل گفته است که محققان این سازمان سلسله از اقدامات نیروهای اوکراینی را مستند ساختند که هنگام عملیات در مناطق پرجمعیت غیر نظامیان را در معرض خطر قرار می‌دهند. با گذشت هر روز وضعیت انسانی در اوکراین با سیاست مقامات کییو در قبال مردم خود ابعاد فاجعه بارتر به خود گرفته است و هر روز بیشتر از روز دیگر زندگی را برای مردم آن کشور مرگبار و طاقت فرسا می سازد. در این حال مسکو با وجود مخالف کییو هر روز ابتکار عمل را برای سازماندهی دلیزهای بشردوستانه و سازماندهی برنامه توزیع مواد و اجناس ضروری دارو و مواد غذایی به دوش می گیرد. از آغاز عملیات نظامی در اوکراین بیش از 2.8 میلیون نفر به خاک روسیه تخلیه و نجات یافتند. با این که این جنگ این رقم هر روز افزایش می‌یابد و به نظر می‌رسد مسکو مصمم است تا با مهیا کردن نیازمندی‌های بشری برای تخلیه شدگان زمینه زندگی بهتر را مساعد کند، اما با ادامه سیاست‌های کییو زمینه برای شهروندان اوکراینی تنگ‌تر می‌شود. شمار آواره شدند، شمار در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و شمار نیز در کشوری که به میدان جنگ مبدل شده است با مشقت و هراس زندگی میکنن. با این حال بسیار از کشورها در صدد رساندن کمک‌های بشردوستانه به شهروندان اوکراینی گیر مانده در جنگ هستند، اما در حال حاضر 70 کشتی خارجی از 16 کشور در بندر دریایی متوقف شده‌اند، زیرا تهدید گلوله‌باری و خطر ایجاد شده و کشتی‌ها اجازه نمی‌دهد تا آزادانه به دریای آزاد رفت آمد داشته باشند. با این حال اما روسیه از ساخت‌های را در حوزه آبی بندر ماریوپول بازسازی کرده و شرایط برای بهره برداری از دو دهلیز بشردوستانه دریایی فراهم شده است. مقامات کییو همچنان از تعامل با نمایندگان دولت‌های خارجی و شرکت‌های مالک کشتی‌ها در رابطه به حل مسئله تضمین خروج ایمن کشتی‌های متوقف شده به منطقه جمع‌آوری سرباز زده و تعهد برای حل این معضل نداشتند. کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده جنگ اطلاعاتی گسترده را علیه روسیه برا انداختند. به نقل از یکی از مقامات دولت روسیه، اخیرا اوکراین در حال آماده سازی یک اقدام تریک‌آمیز با استفاده از مواد سم قوی است. این مقام گفته است که نیروهای امنیتی اوکراین قصد دارند ظرف روزهای آینده کانتینرهای آبی مواد کیمیایی خطرناک هگزان را با حجم کل بیش از 120 تن در یکی از کارخانه‌ها منفجر کنند که در نتیجه تمام مناطق مسکونی شهرک‌های مجاور در منطقه آسیب کیمیایی قرار خواهند گرفت و فاجعه بشری را به میان خواهد آورد. به نظر می رسد این اقدام بر اساس سناریوی از قبل کار شده برای متهم کردن روسیه به حملات غیر مجاز با آشیای بالقوه خطرناک صورت می گیرد تا با این کار با پوشش رسانه‌ای گسترده جنگ تبلیغاتی را علیه روسیه برا اندازد، اما به چه قیمتی؟ برای دستیابی به این هدف ده ها هزار شهروند اوکراینی و همچنین سرباز نیروهای مسلح این کشور قربانی خواهند شد و در نتیجه کشورهای اروپایی و در رأس آن ایالات متحده آمریکا با تبلیغات منفی و ماجراجویانه علیه مسکو میکوشند تا بر اعمال خصمانه کییو سرپوز گذاشته و آن را نادیده بگیرند. اما قربانی این سیاست ها تنها مردمان خواهند بود که هیچ نقش در این تراژدی ندارند و تنها به دلیل سیاست های خصمانه قربانی خواهند شد.